خب سلام بچه ها خیلی خیلی خوش اومدیم به یه از کانال گپ جایی که توش فوتبال صحبت می‌کنیم و می‌خوایم در مورد بازی اینتر رو بارسا صحبت کنیم که چه بازی چه بازی هر کسی گفته چرا فوتبال نگاه می‌کنه همین بازی بکوب تو سر رو به ایناست و اینکه بارسلونا بعد از این همه خرج کردن توی این تابستون این همه خرید این همه آینه میدونم اموال باشگاه رو به به گفته خیلی ها آینده خطر رو به باشگاه بنداز اهرام فعال کن و این چیزا دوباره برای دومین سال متوالی در آستانه حذو از لیگ قهرمان و رفتن به لیگ اروپا گروه که نمی‌کنی من هم با این دوازه امتیاز این طرف امتیاز بارسا چهار امتیاز ویکتوریا پلجن صرف امتیاز بنده خدا و اینکه که نمیدونم چی گفت ژاوی چیکار میکنه چرا فرانک دیونگ از فیکس نذاشت بابا اوکی تابستون گذشت اصلا میخواستی بفردش. نه نرفته نمیدونم لج کردیم هم بذار کنار رو الان بوسکت مه بود نابود بود خط آفک بارسا رسما نابود بود مردم لاتار مانتنز میخوره بوسکت رو تو پرست اصلا نمیم از موقع که دیان اومد تو زمین به جفران آقای بوسکت از زمین تا آسمون فرق کرد سبک بازی بارسا خیلی بهتر شد خیلی پویا تر شد خط آفکش اصلا نمیدونم چه دلیل دمبل داستانش همینطوری بود دنبلم هم تمرید نمی کرد مدیر بارسا به جاوی گفتن که اینو بازی نده تا فشار بیاد روش تمرید کنه قرارداده شد ولی جاوی پشت دنبلم بارسا گفت نه من بازیش میکنم ولی تمرید کرد نکرد چه فرمونه ولی در مورد دیان چه چه کاری آخه میدونه دفاع وسط بازیش میدی دفاع راست بازی میدی دفاع چپ بازیش میدی و دقیقا جایی که باید اون تغییر وجود میکردی نکردی باز بوسکت رو گذاشتیم اونجا اصلا نمیدونم چه دلیل داره البته که داداشم آقای سیمون اینزاگی که چقدر خوب این دوتا بازی رسما توی این دوتا بازی از لحاظ تاکتیکی قطعا اینتر برنده بود قطعا اینتر برنده بود و سیمون اینزاگی مچ جاوی و بد خوابون توی هر جفت بازی توی بازی اول یه اتفاقی که افتاده بود البته این بود که بروزوویچ رجیستای اینتر مصوم شد قبل از بازی با بارسا خب دیگه هافک دیگه نداشت که بخواد بذاره اونجا یه هافک دفاع جلوی سه تا مدافعش و موضوع اینجا بود که چالا نقدو به ناچار گذاشت بازی با بارسا توی خط هافکش جای بروزوویچ توی رجیستا و یه بازی بی‌نظیر از چانول یعنی ما خب همیشه میبینیم چانول یه پلی میکر. یه بازی سازه. کسی که جلو میره تکنیک خوبی داره پاسای بلند کوتاه خیلی خوبی داره شوتای خیلی خوبی داره ولی چیزی که ازش نایده بودیم تخریب کردن و بازی حریف دوندگی و جنگیش عقب زمینه که توی پست همه اینا با هم یه ترکیب شدن یعنی هم پاسای کوتاهش پاسای بلندش اون دوندگی جنگندگی که داره همه اینا با هم ترکیب شد و یه چیز عجیب غریب خوب از در اومد و توی همین بازی هم باز زوج بارلا چالون و میختاریان با توجه با سرعت خوبی که داشتن تکنیک خوبی که داشتن و فیزیک خیلی خوبی که داشتن خط که این بازی کلا مه بود یعنی من واقعا یادم نمیاد پزی مثلا یه تاچ توپ مهم داشت تو این بازی خیلی کم بوده من واقعا یادم نمیاد گاوی که اصلا هیچی هی. فکر کنم یکی از بدترین بازیش واسه بارسا بود تا اینجا بوسکت هم همچنین یعنی به خاطر حضور سه که به این خوبی پویایی که دیدیم بارلا چقدر خوب بازی کرد یه گل هم زد و جل... جلوی اونا لاتارو مارتینز و جکو که لاتارو مارتینز باز هم گل کاش یعنی لاتارو مارتینز که از نظرم underrated ترین بازیکن کنست بنده خدا این میدوه اسم سلاح و اینا در میده تو فوتبال اروپا یکی از بهترین بازیکن ها بود لاتارو مارتینز و نشون داد که چرا بارسا دو سال پیش اونقدر دنبالش بود و خب موضوعی که اصلا کار برای بارسلونا وحشتناک سخت شده یک بازی دیگه با بایرن دارن و یه بازی دیگه هم با ویکتوریا پلجه که بازی با ویکتوریا پلجه توی خونه حریفه و بازی با بایرن توی نیوکمپه بارسا هم میخواد چهار امتیاز داره اگه بخواد سود کنه بارسا باید بایرن رو ببره یعنی بدون شک باید بایرن که رقیب اصلی شهران باید ببره و اینجا موضوع اینجاست که آینده الان کاملا دست خودش نیست این بدترین خبره یعنی اینکه اینتر با بایم هفته آخر بازی داره اینتر اگه بتونه از بایم مسابقه بگیره قطعا کار بارسا تمومه بارسا باید خیلی حواسش رو جمع کنه و حقیقتا دیگه خیلی سخته نمیخوام اصلا جای هوادار بارسا باشم واقعا حس بدی به آدم میده و اینکه بعد از اون دو سال وحشتناکی که داشتن توی دوران بارتامو و پسا بارتامو چند سال و اینکه جلو تیم های بزرگ اروپا توی بازی مهم تحقیر میشدن و بعد از این تابستونی که خیلی واقعاً خیلی امید داشتن که این بارسا بتونه برگرده به دوران دوش به همه بگه که آقا ما برگشتیم که یه بار دیگه قهرمان اروپا باشیم و خیلی از کارشناسا میگفتن که این بارسا واقعا پتانسیلش رو داره که بتونه دوباره قله اروپا رو بگیره ولی خب به هر دلیلی که اصلا نمیدونم به نظر من جاوی هم واقعا بد نیستم بیشتر اون شخصیت بازیکناست یعنی پیکه پیکه بود خط دفاع بارسا چی بود هر توپی انداختن رفت تک به تک شد پیکه قشنگ سه سال اصلا بود و نبودش توی بارسا توی خط دفاع فرقی واسه بارسا نمیگد یعنی اون بازیه که بارسا با پیکه رفت تو زمینه اگه ده نفره میرفت پیکه نبود هیچ نمیفهمید فرقش و اون تاداشمون چی کی بود گارسیا وای اصلا لرد اعظم این بشر چی کار داره میکنه واسه چی پیکس بارسا واسه چی داره تو قرار باور الان در حد مثلا لیگ ایرانه یه همچی چیزیه رسما همینه بعد یه نوشه که بود مثلا چند سال پیش که پپ راحت بازی بارسا میداد یکی این مولی که هم داماد انریکه تورس اینا رو میداد بارسا هم گفتم باور کنی مثلا چون خودش بارساییه داره اینا راحت میده ببینیم بعد چند سال الان دید. که دیدم مادرشون گفتم اوه پپ میدونسته اینا هیچ پخی نمیشن به خاطر همین ردشون کرده که برم فقط بعد داستان همینه وگرنه امسال چه برنارد سیلوا رو نداد اگه مثلا داستانشون جور. بناسبا بهترین بازی کنه یکی از بهترین های سیتیه بود چرا سیلوا رو نداد به بارسا با واقعا نمیدونم چه جوریه بارسا دفاعش وحشتناک داغون وحشتناک داغون یعنی خود بارسا هم میدونم باید میباختین این بازی رو باید میباختین اون دوتا گلی هم که زدین روی فرصت طلبی مهاجمی مثل لواندوفسکی بود بگن کار تاکتیکی خاصی انجام ندادین و اون طرف یه دونه اون اصلانی نزد دقیقه آخر یعنی هم تایشتگی هم یکی تا در آورد واقعا اینتر از لحاظ تاکتیکی بهتر بود و دفاع شما د... یعنی یه <applause> چیزی واقعا عذاب بودن واقعا عذاب بودن و اینکه که ببینیم در ادامه چی میشه آیا بارسا میتونه از این برزخ بیاد بیرون یه بار دیگه نره لیگ اروپا دوباره مسخره خواستام نشه یا چی خیلی خیلی ممنون که تا اینجا ما تماشا کردیم بچا اگه خوشتون اومد حتما ویدیو لایک کنید کانال سابسکرایب کنید زنگوله بزنید تا از ویدیو خبر نمونید بازم دمتون گرم فعلا خدا نگهدار